بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستیم یه قسمت دیگه از برای مال هست و دیگه با قالب این برای آشنا هستید و مسائلی که درش مطرح میشه من یادآوری میکنم که یه شماره واتساپ و تلگرام ما داریم که در طول برنامه این میتونید ارتباط داشته باشید حتی در روزهای دیگه هم اگر میخواید با این برنامه ارتباط بگیرید همین شماره زیرنویس شده در واقع که زیرنویس خواهد شد برای ارتباط واتساپی و تلگرامی است برای نیمه که رسید نیم ساعتی که موضوع رو بحث کردیم در خدمتون خواهیم بود شماره تلفن ها رو هم اتاق فرمان زیر نویس خواهند کرد که دیگه میتونید مستقیما با برنامه خودتون ارتباط بگیرید سپاسگزارم از اینکه پذیرای ما در خانه, خانه های خودتون هستید استاد زهرابی مثل همیشه در خدمتون هستیم خیلی خیلی لطف کردید در حضورتون در برنامه اگر آقا سخن بفرمایید الحمدلله و و سلام على رسول الله و آله و صحبه و من و بنده و سلام دارم خدمت شما بیندگان عزیز براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم و اینکه در این برنامه هم بتونیم تغییری رو در زندگی شما ایجاد کنیم و جدیدی رو به معلومات شما اضافه کنیم و عرض ارادت خدمت شما باشید من عضو میخوام یه ذره سرما خوردم صدام خشدار است این روزا, این مخوام. روزا عمومیه همه, همه <applause> از شما عیزم میکنم باید این موضوع که تحمل میکنید خب رسیدیم به ادارت اجتماعی رو هفته قبل تقریبا میشه گفت صحبت ابتدایی شد ولی کامل نشد بله. اگر کاملش کنیم خیلی متشکرم بله بله ما در بحث عدالت اجتماعی به عنوان بحثی محوری در بحث تأمین اجتماعی پرداختیم و اینکه تأمین اجتماعی یکی از اهدافش تحقق عدالت اجتماعی اصلا برای این درست شده که بتونه به این برسه که عدالت اجتماعی رو محقق سازه و اشاره شد به اینکه وجود عدالت یکی از اه اهداف و غایات فرستاده شدن پیامبران فرستاده شدن کتاب های آسمانی و عدل و میزانی که خداوند از اون صحبت می قرار گرفته است. خداوند در قرآن و کریم در سوره حدید به این موضوع پرداختند و این رو به سراحت فرمودند که اولا قدر سننا بالبینات و بینات و انزلنا معهم الكتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط پیامبران رو فرستاد کتاب و میزان رو فرستاد تا مردم قیام به قسط کند عدالت رو محور قرار بدهند. وجود عدالت اجتماعی نه تنها تأثیر مستقیمی بر روی نوع معیشت مردم در دنیا خواهد داشت حتی تأثیری بر معنویات مردم هم خواهد داشت به خاطر همین است که در مواردی که ذکر شد در بحث تأمین اجتماعی و مبانی اون رو ذکر کردیم اصولی رو بحث کردیم یعنی ما هفت اصل رو اشاره کردیم که الان اصل ششم این موضوع هست من یادواری بکنم نودوستی ببینم درست نوشتم همبستگی اجتماعی مسئولیت پذیری امنیت و آسایش رفع فقر و محرومیت این تا بود که ادا... یعنی یعنی تا بود که الان ششم عدالت اجتماعی است. همه این موارد به نوعی تحقق و اونها تاثیر مستقیمی بر روی اخلاق و منش و روی معنویت مردم داره و تاثیر بسزایی بر روی اخلاقشون داره هر کدوم از اینا رو اگه مورد نظر قرار میدیم این گونه نیست که فقط تأثیری بر معیشت دنیا یا نوع بهتر شدن زندگی باشه بلکه هم بر معیشتشون در حال وجود رفاهیت به معنی دیگری و هم در ایجاد یا توسعه و رشد معنوی مردم خواهد داشت اگر در جامعه عدالت اجتماعی وجود نداشته باشد نباید به هیچ وجه انتظار رو این رو داشته باشی که از لحاظ معنوی و اخلاقی رشدی داشته باشد یا در درجه عالی قرار بگیرد بیشتر ناهنجاریهای های اخلاقی و معنوی منشأ شاید به نوعی برمیگرده به اینکه عدالت اجتماعی وجود نداره و این مادر خیلی از مشکلات دیگری خواهد در مفهوم عدالت اجتماعی به چند تا موضوع می پردازیم که خوبه چون تفاوت مختلفی در تعریف و معنای اون ذکر شده به چند مفهوم می که یکی از اونها عدالت اجتماعی به مسابه مناسبت قرار گرفتن در جای مناسب قرار گرفتن هست همونطوری که در تعریف فلاسفه هم تعریف میکنن در بعضی از آثار هم اومده اتا و کلیزی حق حقه اینکه هر زی حقی رو حقش رو بهش بدی این به معنی در جایگاه مناسب قرار گرفتن هست یعنی کسی که شایسته است در جایگاه مثلا رئیس قرار بگیره اونو رئیس کنی اونی که در جایگاه مس... هر کدوم در جایگاه این عدالت هست یکی از مفاهیم عدالت این هست که عدالت به مسابه مناسبت قرار گرفتن هست و اینکه هر شخصی و هر کسی در جایگاه مناسب خودش قرار بگیره دیروز ما یک کلیپ رو دیدیم از جوان کردی که دکترای فکر کنم چی داره زمین شناسی و محیط زیست داره بعد ایشون داره جاروی دستش هست و نظافت میکنه و خودش اونجا این کلیپ رو میگه میگه من میتونم بهتر از زار م... جاروکش مفید باشم اینه که در واقع دلیل بر این هست که عدالت اجتماعی در اینجا و چه جاروکشایی هستن که مدیر شدم دقیقا. دقیقا اینه که وقتی که عدالت اجتماعی مختل میشه شخص در جای خودش نیست وقتی شخصی در جای خودش قرار نگرفت فساد بزرگی رو به وجود میاره اون کسی که با یک مدرک تقلبی دکترای تقلبی میاد مثلا وزیر میشه ام. یا هر جایگاه دیگری قرار میگیره تازه وزیرم نه مدرک هم نه بدون مدرک هم در جایگاه های قرار گرفتند که نیاز به یک تخصص خاصی داره و باید حتما شخص دیگری در اون جایگاه قرار می اینه که هر کسی رو در جایگاه خودش قرار بدی این عدالت هست که کسی در جایگاه مناسب خودش قرار بگیره و این عدالت اجتماعی که اقتضا میکنه که افراد این جامعه در جای خودشون باشن وقتی که یک کسی که داره تخصص عالی هست و مقاله های مختلفی رو نوشته در رشته خودش واقعا میتونه خدمت بزرگی رو بکنه بسیار ظلم هست که این رو برداری و در یه جایی قرار بدی که یک انسان عادی دیگری که شاید یک روز هم زانوی دانش آموزی رو نزده و ننشسته و چیزی رو نخونده میتونه انجام بده یک جاروکش بودن به این معنی نیست که بگم اهانتی به کسانی بشه که این کار رو میکنن ولی نیاز به تخصص خاصی نداره اینکه کسی جارو کشی کنه نظافت کنه نگهبانی بده یا هر کار دیگری مهم این است که انسان ها در جایگاه مناسب خودشون قرار بگیرن و این عدالت هست که به این این تناسب رو رعایت کنیم و در جامعه رعایت بشه اون وقتی که میگیم بله عدالت تحقق پیدا کرده یکی دیگه از معانی که میشه از عدالت برداشت کرد و عدالت اجتماعی مسابقه شایسته سالاری و لیاقت هست ارتباطی داره به همین موضوع ولی گسترده‌تر یا تخصصی‌تر هست اینکه شایسته سالاری به معنی این نیست کسی مدرک تحصیلی داره معنی این نیست که بلکه کسی که واقعا شایسته هست، داره خبره از داره تجربه است و این رو ثابت کرده و شایسته هست در یه جایی قرار بگیره نه مدرک سالاری شایسته سالاری با مدرک سالاری فرق داره امروز در جامعه ما یکی ای از بیماری هایی که وجود داره بیماری مدرک و به خاطر همین هم است که دی زیادی میرن سراغ اینکه با تقلبم که شده یه مدرک رو جور کنن یه انسانی مدرکی رو میگیره حالا خود دکترا گرفتن هم خیلی کار سختی نیست دکترایی رو میگیره اما در جایی حرف میزنه در جایی قرار میگیره در جایی داره نظر میده که واقعا نه صاحب نظره بلکه صاحب مدرکه به خاطر همین شایست سالاری بودن در کشورهای دیگه این نیست اصلا نگاهی به این نمیشه که هر کسی مدرک داشت یعنی جا گاهان می‌بینی که انسانی رو هم به عنوان دانشگاه نخونده ولی به عنوان تجربه و دراسه و تحقیق و بررسی رفته و کار کرده روش و به این ارزش داده میشه به ها داده میشه ادارتم هم همین هست که اگه کسی ما الان در حد در حوزه مختلف دینی هم انسان رو داریم که مدرک تحصیلشون در دانشگاه که خوندن حدیث خوندن اما در فقه بسیار متبهرن و صاحب نظرن ملکه فقهی رو دارن خب خیلی مناسب است که ما این رو در جایگاه فقه و مسائل فقهی رو از این بخوایم نه اینکه مبانی فقهی رو از این بخوایم نه اینکه بخوایم بگیم نه تو حق نداری در مسائل فقهی حرف بزنی تو باید فقط در حدیث حرف بزنی در حالی که میتونه و داره و کار کرده در این زمینه و ثابت کرده که میتونه به خاطر همینه که شایسته سالاری یکی از محورهای مهمی هست که حتی فلاسفه سیاست هم در این بحث, بحث زیادی کردند و اینکه یکی از معانی مهم عدالت این هست که به مصابه شایستگی و لیاقت به اون نگاه بشه بگیم این عدل هست که یک انسانی که شایسته هست در یک جایگاه مشخصی قرار بگیره و لیاقتش رو داره در اون جایگاه قرار بگیره ترقیه پیدا کنه رشد پیدا کنه و مقام لازمی رو که یعنی شایسته ای رو که لازم هست به ایشون داده بشه نه اینکه یعنی به خاطر اینکه روابطی رو نداره به خاطر اینکه راندی در کار نیست به خاطر اینکه مدرکی رو نداره یک انسانی از یک جایگاهی محروم بشه و فرصت بهش داده نشه پس یکی دیگه از معانی عدالت مسابقه شایستگی و لیاقت فرد است معنی سومی که وجود داره عدالت مسابقه رعایت استحقاقات تناسب ها هست یعنی کسی یک استحقاقاتی رو داره تلاشهایی رو میکنه به این جایی که لازم هست برسه میرسه اینه که این تناسب ها آید بشه تناسب یک کسی در این جایگاه مشخصی تحصیلش رو کرده تجربه شام داره و میتونه جای رو کاری رو انجام بده در اون جای قرار بگیره نه اینکه کسی به فرض اینکه فرض کنیم جایگاه معنوی داره حالا به عنوان نمونه من عرض می کنم در جامعه امام خیلی زیاد هست یک کسی رو مثلا فرض میکنیم در جایگاه موعظه هست یه روحانی که خطیب جمعه و امام جمعه هست این رو قاضی هم بکنن چون خطیب خوبیه این رو مسئول شورای شهر هم بکنن چون قاضیه چون سخنران خوبیه خب اینا هیچ کدوم تناسب نداره این شخص فقط سخنران خوبیه و الا نمیتونه قاضی خوبی باشه نمیتونه عضو شورای شهر خوبی باشه شاید هم بتونه به شرط اینکه اینها رو استحقاقش رو داشته باشه به اینجا رسیده باشه که،, که اینها رو داشته نه اینکه چون در یه جای در حوزه دیگری مردم رو دوست دارن طرفدارش هستن حتی در نمایندگی مجلس در نمایندگی مجلس انسانی هست یه سخنران خوبه این سخنران خوب رو مردم انتخابش میکنن برای اینکه نماینده مجلس خوبی هم باشه خب نماینده مجلس خوبی نمیشه اتفاقا مورد شاید مثال میشه زد تو این موضوع یه مورد داشتیم مثلا بله. از کسایی که خیلی معروف بود حاج آقا حسینی اگه اشتباه نکنم تو برنامه خانواده تلویزیون خیلی سخنور بود و مردم خیلی دوستش داشتن ایشون دوره ششم اگه اشتباه نکنم حالا دورهش رو دقیقا نمیتونم کاندید مجلس شد برای نمایندگی تهران و به همین خاطرم هم که خیلی چهره محبوب بود و تو بسیار خانوادگی بسیار ناطق بود و خیلی مردم دوستش داشتن بهش رأی دادن تو تهران اما وقتی مجلس رفت همه اصلا تعجب که این هیچ کاری بلد نبود به عنوان نماینده مجلس انجام بده و خیلی تو دوره بعد اصلا دیگه هیچ رأی نیاورد بله و که واقعا معیارها غلط هست آه. وقتی که عدالت این نیست که و انصاف این نیست که یک انسانی رو بفرستی مجلس به خاطر اینکه حالا فرض کنیم حتی مقام معنوی داره فرض کنیم یه انسانی انسان معنوی خیلی خوبیه انسانی که بسیار تقوا داره انسانی بسیار متواضع مردم به خاطر این تواضع تقواش دوستش دارن ولی عدل و انصاف نیست این در یه جایگاه اجرایی قرار بگیره که توانشو نداره این استحقاق رو نداره گرچه در جای دیگری استحقاق دیگری رو داره به همین که متناسب بودن این خیلی مهمه و نیاز جامعه به این فرد در یه جایگاهی که هست در اونجا قرار بگیره نه اینکه در جای دیگری نیاز به این نیست نیاز به کسی دیگری است که باید باشه بیاد اون رو قرار بدن و همینه که فساد بسیار زیادی رو به وجود میاره و انسان در جایگاهی قرار میگیرن که نه اهلش هستن نه توانش رو دارن نه میتونن کاری رو در این باب انجام بدن موضوع بعدی در عدالت اجتماعی به مسابقه مساوات و برابری هست این هست که در جاهایی که قرار می گیرن مخصوصا در مقابله با در جایگاه استفاده از ثروت های عمومی و بهرمند شدن از امکاناتی که دولت در اختیار مردم قرار میده در اینجاها باید حتما مسئله مساوات و برابری مسئله مهم و محوری عدالت است گرچه مردم بیشتر وقتی بهش میگه عدالت این مسئله رو در نظر داره مسئله مساوات رو بیشتر در نظر میگیره بیشتر وقتی بهش میگن عدالت نیست یعنی مساوات نیست یعنی برابری نیست گرچه معنی عدالت همونطوری که عرض کردم موارد دیگری رو که هم عرض کردم عدالت اونجا هست این نیست که همه رئیس بشن همه فرمانده بشن همه فرماندار بشن همه شورای شهر بشن نه هر کسی در جایگاه مناسب خودش قرار بگیره ولی در مقابل قانون همه یکی هستند در مقابل در برخورداری از فرصت ها همه یکی هستند خدمات اجتماعی در خدمات اجتماعی همه یکی هستند در خیلی از موارد در فرصت هایی که وجود میاد همه یکی هستند اونی که الان جامعه ایران رو مبتلا کرده اینه که این برابری وجود نداره و در برخورداری از فرصت ها و امکانات های امکاناتی که دولت باید در اختیار شهروندان قرار بده نه یه عده بیشتر بهره و این رو تبدیل کردن به یه امر قانونی به شکل قانونی این داره انجام میشه و اعمال میشه و محدودیت هم ندارن بعد از سی و اندی سال هنوز هم به خاطر اونایی که خانواده شهید هستن اونایی که جان باز هستن هنوز هم بعد از سی سال امتیازهای بسیار فراوانی بدون محدودیت در جایی که قرار بی در ورود به دانشگاه ها در ورود به این اصلا امر بسیار بسیار غلطیه که قانون بذاری و امتیازات و تفاوت رو تبدیل کنی به قانون یعنی نابرابری رو تبدیل بکنی به قانون اه. مسئله ای که وجود داره بحث اینکه من مخالف این نیستم کسانی که شاید خانوادهشون رو سرپرستشون رو از دست دادن به خاطر دفاع از کشور امتیازاتی داشته باشه ولی این امتیازات نباید به همه حوزه ها سرایت کنه بلکه به این امتیاز که این سرپرست چیکار میکرد نانآور خونه بود یه حقوقی بهشون داده میشه این حقوق منطقیه که چون نانآور خانواده رفته باید کسی باشه باید جهتی باشه که اونها رو از جهت مالی تأمین کنه اما این که نه برای ورود دخترش یا پسرش به دانشگاه خب این امتیاز داره برای ورود و ام ام یعنی دختر و پسرش به کار خاصی برای مثلا نه اصلا افراد. نه. وجود این میدون چیه وجود این فساد رو در جامعه ایجاد میکنه هم. ببینید یک طبقه درست میشن به عنوان تحصیل کرده درس خونده در حالی که استحقاق ورود به این دانشگاه رو نداشتن ایده میشن پزشک که اصلا نتونسته یعنی نه استعدادشو داشتن نه علاقهشو داشتن ولی فقط به خاطر اینکه داره چنین امتیازی هستند و میتونن به راحتی ورود پیدا کنن به این تخصص میرن و وارد دانشگاه میشن در حالی که بقیه باید حتما این امتیاز باعث حتی شغل این, این در آینده این در آینده تاثیر بدی بر روی حتی تولیدهای جا... که ایجاد میگیره خدماتی که مردم باید داده بشه همه اینها فساد رو ایجاد میکنه در جامعه ولی اینکه یه خانواده سرپرست رو از دست داده خب ناناور خونش رو از دست داده حقوق بهشون داده میشه و حقوقشون رو میگیرن و اما حالا با امتیازات مادی دیگری اما اینکه ورود به وظایف مثلا حتی استخدام شدن استخدامی ها اولویت به خانواده شهید اولویت به خانواده نمیدونم جان باس هست در حالی که این اولویت اولویت غلطیه مم. اینه که باید حتما به بقیه جا افراد جامعه مثل بقیه افراد جامعه فرصت های شغلی که وجود داره فرصت های کاری که وجود داره هر کسی توانمندتره هر کسی شایسته تره در اون جایگاه قرار بگیره برای اینکه بچه‌هاشون رو آموزش بدن بهشون برسن مؤسساتی درست کنن برای آموزش و اینا این اشکال آخه این نیداره. شایستگی رو توی نظام جمهوری اسلامی که حالا چیز هست صحبت داریم می‌کنیم چون نظام نظام ایدئولوژیکی هست به همین خاطر هم همه نظام های ایدولوژیکی هم اینجوری که اشکال هم هست در واقع تعهد به اون نظام و اون ایدئولوژی رو یکی از شایستگی‌ها ها به همین خاطرم سراحتا تو احکامی که صادر میشه برای مثلا مدرا تو ایران در ابتدای حکمشون نوشته شده بنا به تعهد و شایستگی شما ام. یعنی اون کلمه تعهد به نظام رو جزء شایستگی‌ها ها در نظام های ایدئولوژیکی این رو نمیشه گفت خودش عدالت هست ببینید، تعهد... شما به عنوان قاعده بذاری میگه این کشوری کشور, کشور ایدئولوژیکه. ما به این ایدئولوژی معتقدیم و مردم این کشور هر کس به این ایدئولوژی معتقده چون ما نظاممون ایدئولوژیکه دیگه. م. نظام ولایت فقیه. اگر به این تعهد به ولایت فقیه بالا باشه، شما امتیاز بیشتری خواهید گرفت. این یک شایستگی برای یک یک, جا... یک جامعه ای که خودشون اینجوری در خودشون در تعریف میگه تعهد و شایستگی. یعنی تعهد بله. شایستگی نیست. تعهدی چیز دیگریه شایستگی چیز دیگریه شایستگی ولی جلوتر از شایستگی جلوتر بره. از شایستگی و اینه که مشکل رو در جامعه ایجاد کرده و میکنه این دقیقاً و حتی موضوع شایستگی موضوع نوشته شده و الا بحث شایستگی رو در نظر نمی گیرن واقعا اگه فردی شایستگی داشته باشه باید در جا اون جایگاه قرار بگیره دیگه به غض نظر از اینکه تعهد داره به ولایت فقیه یا تعهد نداره به ولایت فقیه اینا موضوعات دیگریه کسی بله نیاز هست به یه تعهد باشه اون تعهد باید این به این کشورش باشه تعهد داشته باشه خیانت نکنه به این کشور تعهد داشته باشه به اینکه دروغگو نباشه تعهدش در اینه که وفادار باشه تعهد در این محتوا خدمت میکنه به جامعه اما تعهد به یک ایدئولوژی خاصی که هیچ ارزشی رو ایجاد نمیکنه یعنی در واقع تبدیل نمیشه به ارزش اخلاقی یه ارزش اخلاقی نیست یه ارزش عملی نیست بلکه یک مجموعه نظریه هست خود ولایت فقی یه نظریه ای هست این نظریه رو ادعای احتاس کردن و دارن جامعه رو اجبار میکنن برای اینکه همه باید این نظریه رو بپذیرن در حدود یک نظریه بیشتر نیست حتی خود این موضوع نه سال بنده این است که ایجاد یک تعهد این یک تعهد ساختگی حتی اگر چیز نباشه خودش عدالت نیست یعنی اینکه اگر کسی اینو داشته باشه میتونه بهش برسه میتونه به همچون پستی برسه یه شرط میذارن به طور مثال مثلا وقتی کسی میخواد خلبانی بره میگن باید قدش حتما اینقدر باشه <applause> خب این قد در واقع ممکنه خیلی توانایی کار با اون تکنولوژی هواپیما رو بیشتر داشته باشن نمیدونم خیلی چی کارهای دیگه بلد باشن بلاز ق... چیزی توانایی مغزیشون در واقع اما چون قدش بلند نیست نمیتونه وارد خلبانی بشه یا قد به اون حد نیست نمیتونه وارد بشه عملا ایجاد یک, ش... یک شرط در یک گونه شایستگی یا پذیرش یک بخش حتی اگر به نظر ظالمانه بیاد مثل حالا همین قضیه تعهدی که به نظام ایدولوژیکی اون کشور ایران داره این خودش میگم این خودش قا... قالبی برای یک عدالت ایجاد نمی‌کنه اعلام کردن همه میدونند که شما اگه بخوای که این پستو بگیری با ت... با تعهد به ولایت فقیه نشون بدی ببینید اتفاقا یا... بحث بس... ای... بس... این بحث بس... بحث بس... مخفیانه اتفاق نمی‌افته همه میدونن اینو نه نه اینکه مخفیانه باشه یا غیر مخفیانه باشه این مهم نیست بس اینکه اگه مردم رو اجبار کنن به اینکه باید همه یک ایدولوژی خاصی رو این یک دیکتاتوری بیش نیست این یک دیکتاتوری هست که دیگران رو مجبور کنی به اینکه یک ایده خاصی رو داشته حتی هم نظام خلق رو اینگونه قرار نداده است که همه مردم یک فکر داشته باشن یک باور داشته باشن یک عقیده داشته باشن خداوند خلق کرده فمن شاء و من شاء فلیکفر اگه میخواد ایمان بیاره که میخواد کافر بشه اینکه در آخرت در روز قیامت چه به سر اونایی که میاد که کافر بشه این موضوع دیگریه موضوع دیگر پاد جزا و پاداش که در روز آخرت در نظر در دنیا نه خداوند دنیا رو بر اساس عدل خلق کرده وقتی که بحث خلق زمین و آسمان و انسان رو میکنه میفهمه خلق المیزان میزان رو هم خلق کرده عدل رو خلق کرده پیامبران رو فرستاده که عدالت وجود داشته باشه و این عدالت به اون معنی نیست که همه بیان یک عقیده رو بگیرن خداوند میفرمه ولی ذلک خلقهم خداوند انسان رو خلق کرده که تفاوت داشته باشن و این تفاوت وجود داره و عملا در سرشت و خلقت انسان این تفاوت هست بنده و جنابالی تفاوت داریم در نوع فکر کردنمون شاید نوع برداشت هامون متفاوت باشه اجتهاد هامون متفاوت باشه هر دومون یه عقیده داریم هر دومون اهل سنت هستیم هر دومون اصول اعتقادی اهل سنت قبول داریم ولی در قرائتمون در قضایای مختلف قطعا متفاوت خواهیم بود به این علت است که اصلا اندوخته های علمی و فکری و تجاربمون مختلفه آه. وقتی که بنده اندوخته علمیم، تجاربم چیزی که تجربه کردم متفاوت علمم هم سرچشمه از همین تجربه هم میگیره جناب هم تجربه دیگری داری و در نتیجه نمیتونیم اینکه بگیم باید انسان ها 100 درصد مثل هم باشن مثل فکر کنن باید برات فقیر حتما بپذیرن پذیرفتن نظریه ولایت فقیه هیچ وقت به معنی و مساوی نیست با اینکه بپذیریم که خیانت نکنیم به کشور بپذیریم که وفادار باشیم به مثلا فرض کن این کشوری که داریم بپذیریم که تعهد داشته باشیم نسبت به کاری که انجام میدیم دروغ نگیم خیانت نکنیم دزدی نکنیم اینها مسائلیه که محوری و مشترک در بین همه انسان ها هست همه انسان ها در روی زمین قبول دارن که حتما دزدی بده قبول دارن که صداقت خوبه قبول دارن که وفاداری درسته و همه این رو تجربه کردن به تجربه بهش رسیدن که اینها خوبه غیر از اون که دین همین رو تایید کرده غیر از این که قرآن و سنت همین رو بحث کرده به تجارب خودشون هم به این نتیجه رسیدن در تمام دنیا شما اگر ببینید این تجربه انسانیه که همه میگن راستگویی خوبه هیچ کسی نیست توی دنیا حتی دروغگو ترین آدمی هم که وجود داره اگه بهش بگی راستگویی خوبه یا دروغگویی حتما میخواهد گفت که راستگویی خوبه ولی خودش عملا امکان داره دروغ بگه اونی هم که داره خیانت میکنه میدونه خیانت بده اونی هم که بیوفا هست میدونه بیوفایی بده اینا مسائلی هستن که لازم از به عنوان تعهد اگه نگاه کنیم غیر از تجربه و شایستگی که داره اگه نگاه کنیم به عنوان تعهد اینها تعهدن نه اینکه باید حتما این نظریه خاصی رو بپذیری و این نظریه این هست که تعدادی فقه ها رو جانشین خدا بدونی و اونها رو خلاصه امر و ناهی و کل فی کل بدونی در تمام هستی حتی تغییر دادن یکی از روحانیون میگفت که در همون اول که بحث ولایت فقیه بود میگفت که ولایت فقیه حتی میتونه توحید رو تغییر بده یعنی چی توحید رو توحید تغییر کنه به شرک یعنی این فهم کوتاه نظر بودن در قضایا و خب اینو قالب میکنن به مردم در منابر می روی دیوارها می روی تریبون نماز جمعه می ولایت فقیه همون ولایت رسول الله هست و مردم هم ناچارن بعد از تکرارهای زیادی ادعی از جامعه که شاید زیاد زحمت فکر کردن به خودشون رو نمیدن میپذیرن شرط مسلمان بودن چی میتونه جز چیز باشه مثلا شما میخواید مدیر یک یک جایی رو انتخاب بکنی بعد بگی باید, باید حتما مسلمون باشه ببینید به نظر من شرط مسلمان بودن الزامی نیست مخصوصا مگه اینکه امام پیش نماز تعیین کنی آه. اگه پیش نماز تعیین کنی بله شرط مسلمان بودن درسته اگر زن و شوهر، مردی میخواد ازدواج کنن، ازدواج کنن، بله شرط مسلمان بودنشون شرطه. اما اینکه شما بخواید مثلا فرض کنید یک کسی رو که قراره در یک موضوعی که تخصصی هست هیچ ربطی به دین نداره بلکه ربطی به اجتماع مردم داره اونجاست که عدالت بودن فرد مهمه تخصصش مهمه تعهدش به همون مبانی اخلاقی که عرض کردم یا تعهدش به اون قانونی که نوشته شده قانون اساسی که وجود داره برای مردم باید به متعهد باشن کارمندی که میذاری یک جایی باید به زوابتی که در اون مؤسسه وجود داره متعهد باشه و متعهد که ارز میکنم نه تعهد عقیدتی بلکه پایبند بودن به اون ضوابط پایبند باشه به با اون زوابتی که وجود داره و مسلمان بودن شرط نیست در اینکه یک کسی رو در یه جایگاه مسئولیت اجرایی قرار بدی نه در یه جایگاه عقیدتی اگه بله در جایگاهی که جای تشریع هست در نظر اسلام جایگاه تشریع یعنی اینکه قانون بذاره و جایی رو حلال و حرام کنه باید حتما مسلمان باشه و در نه اینکه اونم از طرف خودش این کار رو بکنه بلکه چون مرجع تشریع در اسلام قرآن و سنت هست و اجماع در نتیجه این عالمی که عالم به علوم شریعت هست و اسلام رو میدونه و متعهد به اسلام هست تخصصه از درباقه. این, این تخصص و از این حوزه خارج نخواهد شد در بحث اینکه چیز رو حلال یا چیز رو حرام کنه ف... بله موضوع مساواتی که ارز کردم که عدالت اجتماعی به مسابقه مساوات و برابری است مخصوصا در برخورداری از زخایر و سروت های عمومی و وجود فرصت های شغلی وجود یعنی فر... برابر بودن در همه فرصت ها و در همه منابعی که وجود داره چه ذخایر طبیعی باشه چه ذخایری که هر چیزی که خداوند در اختیار عموم ملت قرار داده غیر از اون چیزی که انسان ها با تلاش خودشون به دست میارن که در اونجا دیگه بستگی به تلاششون داره هر کی بیشتر تلاش کرد بیشتر میگیره ولی در بقیه موارد دیگه که متعلق به عمومه مساوات ضروری و الزامی هست به اضافه اینکه مساوات در دادگاه ها یکی از اساسی ترین قضايا است که اینکه انسان ها در برابر دادگاه مساوی هن. اونجا نباید نگاه بشه به اینکه طبقات جامعه چیه نباید جامعه رو تبدیل کنن به طبقات مختلف یا به دسته های خودی و غیر خودی هر کسی که پاش به دادگاه رسید به عنوان اینکه یک تهمتی موجه این انسان هست از حقوقی برخورداره و واجباتی هم داره در نتیجه نمیشه در اینجا یکی رو چون معممه، دادگاهش رو جدا کنی بگی این دادگاهش جداست این علت که به اون احترام بیشتری گذاشته بشه اما مرد انسان عادی دیگری به یه دادگاه دیگری برده بشه که بهش به حرمتی بشه یک انسان مادامی که به عنوان یک انسان است حتی اگه مجرم هم باشه حق نی... یعنی در ازاز قانونی حق نیست که دو تا انسانی که هر دو مرتکب جریمه شدن به دو شیوه باشون تعامل بشه باید به, به یک شیوه مناسب در یه جایگاه مناسب به اندازه یک فرصت دفاع از خودشون داشته باشن و همه امکانات و فرصت تا به این دوتا داده بشه که چگونه از خودشون دفاع میکنن و هرچه که حق و عدل هست در حقشون به کار برده بشه ما در دادگاه هایی که در مورد جوانه اهل سنت که مظلومانه به شهادت رسیدن اعدام شدن همشون دادگاه فرصت فر نه فرصت دفاع رو داشتن نه فرصت هیچ فرصتی بهشون داده نشده. اصلا خیلی از دادگاه متاسفانه تو ایران حکم از پیش تعیین شده داره یعنی اصلا دادگاه فقط فرمالیته است یعنی از قبل حکم صادر شده برای کسی که میاد اونجا بله بحث اینه که خیلی چیزهای دیگه هست که جای بحث داره مثلا بحث شکنجه کردن بحث اذیت و آزار دیدن یعنی همین مبحث ایدولوژیکی که جناب علی شاده پای پایبندی به ولایت فقیه خیلی از آقایان زندانی میشن ولی تو زندان دارن پادشاهی خودشون رو میکنن و از همه فرصت ها در اختیاری در ظاهری دادگاهی تشکیل میشه زندانی میشن بعد میان بیرون زندگی خودشون رو میکنن اما ایده دیگه, دیگه سالهای طولانی در زندان هستن بدترین شکنجه ها رو میبینن بدترین اذیت ها و آزار روحی و جسمی رو میبینن فقط به خاطر اینکه ایدئولوژی دیگری رو غیر از طرز تفکر آقایان رو دارن من داشتم خاطراتی کی رو نگاه میکردم بس آقای امیر انتظام رو نگاه میکردم شکنجه طولانی از و آزار طولانی اهانت طولانی فقط به خاطر اینکه طرز اوکی. تفکر متفاوت با نظام حاکم رو داره اتبار. حالا این که اهل سنت نبود ولی به حال یک انسان هست و شما اهل سنت رو ببینید در چه وضعیتی قرار میگیرند خیلی بدتر از اونی که تصورش میشه کرد عدالت اجتماعی که دیگه از معانیش به مسابقه انصاف هست و بیطرفی اینکه بیطرف بودن خیلی مهم هست در قضایی که به عنوان عدالت اجتماعی که بهش میگن عدالت اجتماعی یعنی نسبت به همه انصاف بورزی بیطرف باشه کسی که مسئول هست نه اینکه اینی که اومد از قبیله من هست از همکیش من هست از هم فکر هم حزبیه هم لباس اینا هیچ کدوم بد نظر قرار نمیگیره بلکه بیطرفی مطلق در این که همه انسان ها انسانن و شهروندن مادامی که در این کشور قرار میگیرن شهروند این کشور هستند و باید از تمام امکاناتی که وجود داره برخوردار و باشن و حقوق شهروندیش رو باش ازش برخوردار باشن حتی از برخورد نه تنها برخورداری از حقوق مادی از حقوق معنوی باید همین برخورداری وجود داشته باشه یک کلیپ جدیدن دست به دست میشه اینکه در بحث کوتاهی که در مجلس صورت میگیره اون وقت در تدوین قانون اساسی فکر کنم آیت الله بهشتی است که وقتی که میخونه که بله همه مذاهب حق این رو دارن که همه قومیت‌ها حق خودشون رو دارن که در مدارس هم به زبان خودشون بخونن دولت هم باید این امکانات رو بده مولای عبدالعزیز در مقابل میگه آیا دولت باید حقوق معلمی ها، معلم رو هم بده که به زبانی غیر زبان فارسی امکانات رو بده در اونجا این, این تفهیم میشه بله دولت وظیفه داره که همه امکانات رو و این, این حقه این درسته گرچه این اصلا عملی نشد نمیشه اصلا هم نه تنها در مورد لغت و زبان مادری هست در مورد مذهب هم باید این گونه باشه باید دولت همون طوری که امکانات رو در اختیار مذهب تشیع قرار میده که مردم برخوردار باشن از آگاهی های مذهبیشون همونطوری که صدا و سیده ما در اختیار اهل تشیع قرار داره و به اونها خدماتی رو میده از لحاظ فکری و مذهبی باید حتما به اهل سنت هم این کارو بکنه نه تنها اهل سنت باید حتما غیر مسلمان هم برخوردار باشن از اون حقی که دارن مادامی که در قانون اساسی تصویب شده که اینا آزادن که برخوردار باشن باید امکانات در اختیارشون قرار بگیره معنی نداره یک قشری از جامعه برخوردار باشن از همه امکان کل کشور رو متعلق به خودشون و مذهبشون بدونن و بقیه ملت دیگه یا دزدکی عبادتشون رو بکنن یا با هزار رنج و زحمت و مهنت بتونن مسجدی رو بنا کنن یا بتونن فعالیت مذهبی و دینی خودشون رو داشته باشن این است که عدالت اجتماعی مسابه انصاف و بیطرفی مخصوصا نظام حکومتی خیلی مهم و مد نظر است نه تنها در مورد نظام حکومت بلکه در مورد همه انسان‌هایی که مسئولن همه انسان‌هایی که در یه جایگاهی قرار میگن جایگاه مسئولیت هست اونی که مرتبط به کل جامعه هست باید اون بله انسان میتونه در حد خانه خودش هر طوری که دوست داره تصرف کنه اه ولی اه نسبت به جایگاهی که قرار میگیره در جامعه باید بیطرف باشه نسبت به مراجعینش کسانی که میان تفاوت نکنه اینکه اگه اومد بله بلند بشه دست به سینه بذاره همه امکانات در اختیارش قرار خیلی سریع کارش رو بندازه اما اگه انسان مسکین و فقیری اومد که از سر روش فقر فلاکت میباره بی توجهی به اون کارش رو بندازه گوشه و اون کار رو انجام نده این که عدالت اقتضا میکنه که حتما وجود انصاف مسافه انصاف و بیطرفی هست که باید حتما در نظر قرار بگیره اینا این حدیث معروف رسول الله علیه الصلاه علیه و السلام لا یمنع احدکم حتى ما لنفسه فکر کنم مساوات رو به شکل کامل اگر به این آدم عمل بکنه اتفاق میفته اصلا دقیقاً یعنی دقیقاً همینطوره یعنی بحث اینه که اسلام خیلی توجه کرده به اینکه بحث عدالت رو جزو مهمترین قضایه قرار داده است ولی بعضی فکر میکنن خب اسلام اومده همین که یک عده رو توجه بیشتری بهش بشه در اسلام نداریم چیزی به اسم روحانی ما چیزی نداریم اسمش به اینو رو بذارید روحانی درجه بش بدید اسمش رو بذارید فلانی درجه بش بدید این درجه هم... امتیاز باشه این فقط... درجه امتیاز باشه بله مردم به خاطر اینکه علمی داره احترامی بهش بذارن میذارن ولی اینکه ام... ام... یک ج... حتی یک جایگاه معنوی جایگاه معنوی انسان ها خدا میفرمه این اکرمکم عند الله اتقاكم این در الله کرامت و احترام انسان ها نزد خداوند به تقواشون هست و نه به امامشون، نه به لباسشون نه به موضوع دیگری این کسی که معمم هست وظیفه داره مثل همه انسانهای دیگه تلاش کنه برای رزقش وظیفه داره مثل همه انسانهای دیگه در تخصصی که داره بتونه کار رو خوبی رو ارائه بده به جامعه خدمات رو خوبی رو به جامعه ارائه بده ایش و ایش فرد, بکنه درامت مفیدی درامت بکنه. فرد مفیدی, فرد مفیدی باشه برای جامعه ای که درش هست نه اینکه پا و توی کفش همه مسئولین و همه جایگاه ها و همه حوزه هایی که مرتبط به ایشون حمله نمیشه در حوزه ای که مرتبط به کسی است که حالا آگاه به علوم شرعی هست در اون حوزه باید فعال باشه متاسفانه وقتی که این جایگاه عوض شده وقتی که حوزه علوم شرعی علوم اسلامی تبدیل شده به یک مجموعه موعظه به جای اینکه در اونجا الان ببینید قرآن کریم خیلی از مسائل خیلی از علوم دیگر رو خیلی از مفاهیم مهمی که در قرآن و سنت هست هنوز کار زیادی روش نشده در بحث احکام بله کار شده احکام حلال و حرام گرچه اونم اینقدر زیادی کار شده و فربه شده بخش های دیگر اون اهمال شده و بیتوجه هستند بهش اینا تقریبا تعاریفی بود که در بحث عدالت بحث کردیم و موضوعات دیگری رو هم وجود داره که انشالله بحث اون خواهیم پرداخت و در بحثمون به اون هم اشاره بکنیم به بحث آیاتی که در قرآن کریم بحث مساوی بودن انسانها رو بحث میکنه بحث اینکه خلق انسان از ذکر و انسا هزیزن و مرد آفریده شده هیچ تفاوتی نداری این به عنوان یک اصل مهم يا, يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده شما خواه از خدا پروای خدا رو داشته باشی که شما رو از یک فردی از یک نفس واحده خلق کرده نفس واحده همه انسان ها مثل همان تفاوتی با هم دیگه ندارن و باید حتما این رو اصل قرار بدید و غیر از این نباشه بحث توزیع ثروت های عمومی که وجود داره عدالت در توزیعشون که آیات زیادی هست در قرآن کریم بحث این رو میکنه و رسول الله علیه و سلام هم در احادیث زیادی بین موضوع اشاره که در آیاتی از قرآن کریم سوره بقره می‌فرماد: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل و تدلو بها إلى الحكام لتأكل فريقا من أموال الناس بالإثم و تعلمون. این نباشه که بعضی از شما اموال دیگری رو زور بخورید و یا اینکه کاری کنید, کنید که که حاکم و صاحب سلطه است و قدرت است مال دیگری رو غصب کنه و ببره و در وقتی که پیامبر علیه السلام توزیع میکردن مثلا غنائم رو توزیع میکردن یا فرصت هایی که وجود داشت میداد به صحابه هر کدومشون نیازمند بودن حالا اونی که نیاز بیشتری داشت بیشتر بهش توجه میکرد و اونی که کمتر داشت اونی که بیشتر داشت کمتر بهش میداد اونی که کمتر داشت بیشتر بهش داده میشد که نیازش رفع بشه این بود که در بحث توزیع ثروت ها وقتی نگاه میکنیم به دو موضوع توجه ویژه شده در اسلام در توضیح سر. یکی رفع محرومیت هست توجه به قشر محروم جامعه و موضوع دوم این هست نیازمندی در واقع اونایی که نیازمند برد. بودن یعنی توجه ویژه به اونها هست که محرومن باید اونها از این حالت محرومیت بیرون بیان و به سطحی آه. برسن که اقلا مستوای در خور کرامت انسانیشون باشه در خور جایگاهی که به عنوان شأن انسان هست قرار بگیره نه اینکه همیشه محتاج بمونن و محتاج قرار بگیرن و نه همیشه دستشون روی دیگران دراز باشه و به خاطر همین دو تا اصل در بحث توزیع ثروت وجود داره یکی اینکه بحث توجه به قشن نیازمانده. محروم جامعه هست که باید بهشون توجه بشه بحث دومی که وجود داره تلاش برای اینکه در حقوق همه مساوی باشند یه بحثی وجود داره به اسم بحث حق این حقوق مالی منظورتون هست بله, بله. یا حقوق بله بله حقوق, حقوق غیر مالی رو هم بحث دیگری. اینکه بله باید همه مساوی باشن در همه حقوق ولی حقوق مالی حداقل چیزی که وجود داره اینه که حقوق اقتصادیشون حقوق مالیشون همه باید هم مساوی باشن و بهش برسن اما حقای دیگه ای که وجود داره که متعلق به همه جامعه هست بله همه باید باز هم از اون برخوردار باشن موضوعی که وجود داره بحث موضوعی هست به اسم حق موضوع دیگری به اسم خیر احسانه. توجه در بحث حقوق محوری هست در بحث عدالت در موضوع عدالت بحث حقوق مطرحه در موضوع احسان بحث خیر مطرحه میگه کسی میگه خیر بکن اینکه خیر میکنه یک فضلی درش هست اما اینکه حق رو میده وظیفشه این یعنی به اختیار خودشه دیگه حالا به هر از خیر بده با. آره اون که خیر و احسان خب خیر جزء احسان هست و انسان میخواد اضافی بده ولی اونی که بحث حقوقه یک کسی از در جامعه حقی داره نمیشون رو نادیده گرفت و نمیشه اون رو بی توجه بش بود به خاطر همین هر کسی که حق دیگری رو پایمال کنه مرتکب ظلم بزرگی شده و ظلم هم همیشه وقتی که بحث عدالت میشه یعنی ظلم نباشه یعنی و کسی مثلا به کسی میگی انسانی که عدالت داره یعنی ظلم نمی کنه این تصوری و برداشتی که از عدالت هست همینه و اینم هم یک معنی یکی از معانی مهم عدالت هست که یعنی نبودن ظلم وقتی که ظلمی وجود داشت تا زمانی که ظلمی وجود داره عدالتی هم وجود نداره این دو تا محور از محاور چی بودن توزیع ثروت ها هستن در توزیع ثروت ها پس یکی مساوات در حقوق دوما در بس محرومیت زدایی که هر حکومتی که قرار بگیر نه تنها حکومت هر موضوعی که وجود داره در جامعه میخوای بهش برسی از لحاظ عدالت توزیع عادلانه ثروت ها که شامل همه مسائل دیگه هم خواهد بود حالا ثروت های مادی بیشتر مطرحه توجه به محرومین هست که ما داریم در قرآن کریم بحث زکات رو وقتی مطرح میکنیم در بحث زکات این گونه میفهم اینم نماز صدقات و لیل فقرائی المساکین و العاملین تا آخر حدیث آیه که میفرماید انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اینا هشت سنفن که در بحث زکات مطرح میشه یا در سوره بقره میفرمایند للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف میگه توجه بین این صدقاتی که شما دارید بدید به فقرا اونایی که محصور شده اند یعنی راه و تلاش نمیتونن تلاش کنن برای به دست آوردن مالشون یا به خاطر در حسار قرار گرفتنشون یا در بخاطر و هر وضعیتی که مانع از تلاششون میشه مانع از این میشه از این فقر بیان بیرون خداوند میفرماید صدقاتتون رو به اینها بدید اونایی که مخصوص اونایی که از بخاطر تعففشون بخاطر مناعت طبعشون دست دراز نمیکنن به کسی نمیرن طلب بکنن باید از چهرهشون بشناسی بعد بدونی اینه که وظیفه خود حکومت هست و وظیفه جامعه هست که فقرای جامعهش رو بشناسه نه اینکه باید منتظر بشه تا این فقیر بیاد دم خونت در خونه رو بزنه بگه به من کمک کن بلکه عدل این هست که تو بری سراغ اونها تو بری سراغ اونها و اونها رو پیدا کنی هم وظیفه مؤسسات جامعه مدنیه و هم وظیفه حکومتی که بره دنبال اینها و اینها رو پیدا کنه و نیازهاشون رو برطرف کنه نه اینکه منتظر باید حتما طرف بیا تازه در جامعه ما در ایران ما هیچ اینکه مردم میرن حرف مردم رو هم قبول نمیکنن و در اونجا هم راندخاری هایی وجود داره با طلبشون مخالفت فراوانی میشه اونها نمیتونن به حقشون برسن در مقابل دسته های دیگری هستن که میبرن موضوع سومی که وجود داره در بحث بحث احترام به حق انسانیت اون همه حقوقی اونی که جناب علی فرمودید این بحث سومی است که بعد از بحث مساواتی که عرض کردم بعد از بحث توزیع ثروت ها بحث حقوق انسانی هست همه حقای دیگری غیر است. از... یک دقیقه پایان برنامه مونده نمیدونم مبحثمون تمام میشه مبحثمون دیگه برای هفته آینده نه دیگه ما سعی میکنیم دیگه هفته آینده موضوع دیگری بریم زیاد طلال شد یکی یه... یک از دوستان سوال پرسیدن اگه اشکال ندارین سوالا رو هم پاسخ بدیم که فکر کنم از هفته قبل هم بود اگه اشتباه نکنم پرسیدن تو سوال خیلی چیز نیست خالص زیاد راجعش صحبت شده پرسیدند که من میخواستم در مورد وام ساخت و ساز که در ایران با سود بله من میخواستم در مورد وام ساخت و ساز که در ایران میدن با سود چهار درصد آیا حرام است از نظر شما و برادران دینی و گرامین این سوالشون بوده و خواستن هم همینجا پاسخ بدیم ببینید وضعیت اقتصادی ایران اینقدر نامهنجاره یعنی اگر وام چهار درصد اینا اگر بهشون بدن مهم اینه سیغه این معامله ای که صورت میگیره شکل اون چه شکلی هست غالبا اینی که وجود داره این که چهار درصد میدن ربا نیست غالبا ربا نیست ولی اگر یک صورتی رو انجام بدن این چهار درصد رو یک بار بگیرن ازشون یا همون او، اوائل ازشون بگیرن خیلی شرعی تر از این هست که به شکل درصدی ازشون میگیرن و پول زیادی میگیرن یعنی چطوری؟ مثلا شما 100 میلیون میگیری درصد 100 میلیون چند میشه؟ چهار میلیون میشه باید. خب این چهار میلیون رو یک بار بگیرن تموم شد دیگه به عنوان کارمزد میگیرن به عنوان هر چی میگیرن این کارمزد یعنی مبلغی که برای حق تلاش های و خدماتی که داده میشه میگیرن قرار نیست سودی برای این پول گرفته بشه و غالبا هم همینطوره چون در ایران 4 درصد سود برای پولی که وامی که مثلا 100 میلیون بدن به کسی و 4 درصد سود روش بگیرن در اصل سرمایه ضرر هست ولی به حال این خدماتی که در حد کارمزد در محسوب میشه می والله اعلم به نظر بنده ایرادی نداره خیلی متشکرم اه... بله وقت هم تمام میگن که دیگه نمیتونیم سا... یه سال دیگه هم بود که میذاریم بر هفته آینده ان خیلی خیلی متشکرم از توضیحاتتون به امید رو اینکه روزی این عدالت اجتماعی در همه جامعه باشه خصوصا در جامعه فارسی زبانان ایران تاجیکستان افغانستان بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید تا این وقت شب خدا یار نگهدارتون